شهرهای میهن همچنان شاهد تجمعات اعتراضی و اعتصاب اخشار مختلفه. اکثر این تجمعات اعتراضی به خاطر مطالباتیه که مردم خواهان محقق شدن اونها هستند. اما حکومت خامنه‌ای با اقتصاد ورشکسته توان پاسخگویی به این مطالبات رو نداره. اما اخشار مختلف از کارگران و کشاورزان تا پرستاران و کارمندان حاضر به کوتاه اومدن از خواستهای خودشون نیستن. روز گذشته 25 مرداد گروهی از پرستاران در اقلیت، شماری از متقاضیان مسکن ملی در شهر کرد، جمعی از مالباختگان شرکت رضایت خودرو تراوت نوین در تاکستان و شماری از کارکنان شرکت آب و فاضلاب در اندیمش با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشون شدند. پرستاران بیمارستان موسی کاظم اقلید فارس، پرستاران بیمارستان ولیعصر نورآباد ممسنی هم به اعتصاب پرستاران در سایر شهرهای میهن پیوستند. لازم به یادآوریه که همکنون پرستاران در شهرهای مختلف از جمله شیراز، یزد، اسلام آباد غرب، عراق، تبریز و چند شهر دیگه در اعتصاب به سر میبرند. اونا اعلام کردند تا محقق شدن خواسته ها و مطالباتشون به اعتصاب ادامه میدن. هر روز که میگذره دامنه این اعتصاب به شهرهای دیگر سرایت میکنه و پرستاران برای کسب مطالباتشون به اعتصاب ادامه میدن. عدم اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اضافه کاری های اجباری با حقوق ناچیز، فشار بیش از حد به پرستاران شاغل و استخدام نکردن نیروهای جدید بخش کوچکی از دشواری های پرستاران. اعتراض پرستاران مانند اعتراضات سایر اخشار مردم از جمله کارگران، معلمان، کشاورزان، بازنشستگان نمودی از خشم مردم نسبت به سیاست‌های ضد مردمی حکومت خامنه‌ای که به دلیل اقدامات و رویکردهای چپاولگرانه روز به روز بیش از گذشته مردم رو به خاک سیاه می‌شونه. در این حال اما جیب سران و مهره‌های نظام از اموال به یغما رفته همین مردم پر میشه. از این رو پرستاران هیچگاه از اعتراض نسبت به وضعیت موجود باز نایستاده و نخواهند ایستاد.